به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. عنوان برنامه امروز ما: چرا رحمانوف با آقاخان چار جنگ اعلان کرده است. حکومت رحمانوف، وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت لیسه آقاخان چار در خارق را به تعلیق درآورده، لیسنسیه و یا مجوز کاری آن را بازخواند کرده است. پایگاه خبری پامیر دیالی نیوز این خبر را منتشر کرد. می نویسد: پیشتر لگرهای تابستانه مکتب بچه ها در قلمرو ولایتی خودمختار کوهستان بدخشان را که از حساب فاند آقاخان سرمایه گذاری و نزدیک 30 سال عمل می کرد بدون کدام دلیل بستند. این خبر در حال انتشار می شود که رحمانوف و چاکر و نوکران تبلیغی و نه یک مرتبه از وجود دست های خارجی در حوادث خونین ماه می در این ولایت تاکید کردند. حالا معلوم می شود که رحمانوف چرا گفت که در یک مدت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ گذاری شده است و با ذکر این صفر عملا کی را در نظر داشته است. وقتی که کارهای اخیران کردند، ما معلومات داشتیم اینها را لجامشون را خواجه های خارجی به دست گرفتند. در یک مدت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ گذاریشون کردند. 26 میلیون همین گروه ها و راهبریشان میکردند از خارجه. رحمانوف در ادامه صحبتش از حزب نهضت اسلامی ذکر کرده گفت: همان حزب تروریستی، حزب نهضت اسلام و خواجگانش همان هدف مقصد تبادلات کردند. این خار لجام شانه خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کتاب 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشان کردند. 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارجه، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش. اما حالا معلوم می شود که وی از آقاخان چار هم بدگمان و مشکوک شده است. خواجه خارجی تعبیر دوست داشته رحمانوف است و هر از گاه مردم برای مسائل و مشکلات از وی یک کم جدیتر دادخواهی بکنند، این عباره عامل این اعتراضات تلقی می شود. به نظر می رسد اکنون و من بعد شاه کریم الحسینی، حاضر امام اسماعیلیان جهان، آقاخان چار نیست در شمار افراد وارد کرده می شود که قصد دارند در تاجیکستان تبدلات و تغییرات جاری کنند. از اینجاست که رحمانوف با خرد و میده کردن سازمان و مؤسسه و تشکیلات های و در تاجیکستان که رحمانوف کی هاست ملک و ملکی خصوصی خود می حسابد شروع کرده است. اگر چنده در همه حوادث رخ داده در این ولایت و خصوص در جنگ های رحمانوف علیه این مردم در سالهای 2012-2022 آقاخان چار پیروان بدخشیش را همواره به جانبداری از حکومت و سیاست های رحمانوف تشویق کرده است. آقاخان چار برای مردم ولایت بدخشان نه تنها یک پیشوای مذهبی، امام، بلکه دانار و سرپرست اساسی اقتصادی آنها می باشد. مخصوصا در سالهای جنگ شهروندی و زمان برقراری بعد جنگی و تا همین حالا تشکیلات و مؤسسه های آقاخان به مردم این ولایت صدها میلیون دلار کمک کرده است. این کمک و امداد آقاخان چار بود که مردم این ولایت از گشنگی سرتاسری در آن سالها نجات یافتند. سفر مشترک با آقاخان چار با بدخشان برای رحمانوف در گذشته مایه افتخار به حساب می رفت، چون که مز با عزت و آبروی و قدر و منزلت میان مردمی بدخشان می افزود. اما چنان مشاهده می شود بینندگان گرامی، الان حساب و کتاب رحمانوف با آقاخان چار در حال تغییریابی شدید قرار دارد و قطع کار لگرهای مکتبیان و بازخواند مجوز فعالیت لیسه آقاخان چار در بدخشان شروع این تغییرات است. با بیان واضح‌تر، رحمانوف در بدخشان نه تنها با مردم و جوانان و لیدران خلقی آن، بلکه اکنون با پیشوای مذهبی آنها و ارزش‌ها و مقدسات آنها جنگ را آغاز کرده است. و یقیناً مشاهده آن خواهیم بود که مؤسسه های وابسته به آقاخان در تاجیکستان دچار مشکل خواهند شد و یک پس دیگر با احتمال زیاد مسدود می شوند. پوشیده نیست بیننده گرامی که رحمانوف با اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان هیچگاه میانه خوب نداشت، همیشه آنها را بیگانه و دشمن می حسابید. تمام این همه سه دهه فعالیتش آنها را همچون اتباع کامل حقوق و برابر، مثلا با مانند ساکنان دنقرا و فرخار یا ناحیه دیگر ولایت سابق کولاب، قبول نکرده است. واقعیت این است، اگر چنده که ما هرچی بگوییم، ولی واقعیت حال چنین است. در سیمای آنها بیگانه و اجنبی را میبینند.
در همان ملاقاتش در باختر یا دقیقترش در دنغره روی راست اقرار کرد که تمام طول فعالیت 30 سالش تلاش کرده است که میان پومری ها جدایی اندازد، تخم نفاق کرد. آن چند نفره که وای کردند شمارشان انگوش شمار است. آنها از نام مردم فقط سوء استفاده میکردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند، نبودند، نیستند. همین چیز را ما باید دائما در مناسبتمان جدا کنیم. من شخصا همین خیلی جدا میکنم. و ببینید چند نفره که وای کردن شمارشان انگوش شمار است. اونا از نام مردم فقط سوء استفاده میکردند. اونا مردم بدخشان را وای نمیکنند. سیمای مردم بدخشان نبودند. نبودند، نیستند. همین چیزا ما باید جدا کنیم دائم. همین دائم ما در مناسبت ما باید جدا کنیم. من شخصا همین خیلی جدا میکنم. حالا چیزی درباره کمبود و نقص لیسه آقاخان در خاروق را مقامات شرح و توضیح نکرده است، ولی حتما چیزی میگویند، بهانه ای پیش می آورند. اما معلوم است که اینجا کاری مربوط به خود لیسه و یا همون لگرهای بچگانه نیست. مشکل در شخص آقاخان چار است و اینجا مسئله برمیگردد به شخصیت آقاخان چار. آقاخان چار برای مردم بدخشان اعتبار و منزلتی بلند دارد. هیچ کسی را آن گونه که او را اعتبار بدهند و گوش کنند و فرمان بردارند نمیشناسند و نمیپذیرند. اگر چیوه رئیس جمهوری هم نباشد، اکنون که رحمانوف گویا این ولایت را تصرف و استیلا و اشغال کرد، باید نشان دهد که اینجا خوجاین کیست. به همین سبب از بیننده گرامی که در مکتب و آموزشگاه و دانشگاه و در دیگر جای ها نیز صحبت از آقاخان چار در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ممنوع اعلان شد، پامیر دیالی نویس می نویسد که طول فعالیتش لیسه آقاخان در خاروق هزارها استعدادها را تربیت کرد، ختم کننده های آن در دانشگاه های معتبر منطقه بین المللی تحصیل کرده صاحب اختصاص های زمانوی شدند و به حیث متخصصان ورزیده در عرصه های مختلف کار کرده استادند. اما مقامات تاجیکستان که حالا میخواهند اهالی بدخشان را منزوی و محتاک سازند، منفعت دارند که آنها را ببندند. قطع فعالیت این لیسه که از جانب اهالی بدخشان حمله به پیشوای مذهبی اشان قبول می شود، آنها می فهمند که رحمانوف با دنبال این همه قباحت و جهالت انجام دادش در این ولایت باز دست به تأخیر و توهین ارزش ها و مقدسات این مردم زده استاده است. طبق یک معلومات دیگر، تصویر مثبت شده آقاخان چار از بغل تپه کوه توسط نظامیان رحمانوف تخریب شده. آویزه های با سخنان او را هم از گوشه و کناره های جاده و دیواری بناها برچیدند. این چنین رمز اسماعیلیه ها را که در فراز کوه در خاروق نوشته شده بود، آن را هم برداشتند. شاید این بدگمانی رحمانوف نسبت به آقاخان چار برخواسته از حسادت شخصی باشد و یا شاید تحت تاثیر آن ایدئولوگ هایش قرار گرفت که میپندارند آقاخان چار عامل نفوذ غرب است و وای هم یک جا با آمریکا و طالبان و حزب نهضت میباشد، چون که رحمانوف عقل تشخیص و تفکیک را اصلا ندارد. یک نقطه مسلم است بیننده گرامی، رحمانوف با هر روحانی و پیشوای مذهبی دین اسلام دشمنی دارد، بخصوص اگر آن روحانی و پیشوا در تاجیکستان اعتبار داشته باشد و پیرو و جانبدار داشته باشد، رحمانوف حتما با او باید دشمنیش را انجام دهد. اما خبرهای رسیده از خاروق و نواحی دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار هم بد و ناامید کننده است. رحمانوف میخواهد که با جاری کردن سیاست ترس و وحشت و زورگویی و سرکوب اهالی این ولایت را در قبضه و چنگال خود درآورد، ولی از عکس العمل و ریاکسیای چپ این مردم اندیشه نمی کند که در هر لحظه و ساعتی سرنوشت ساز به هیچ گاه طرفی وای را نمی گیرند. اخیراً خبرهای می رسد که خادمان پلیس و امنیت آشکارا با تکلیف همخوابگی و دست زور با خواهران و مادران این مردم مشغولند. با استفاده از شرایط موجوده با هر بهانه دختران و زنان بدخشی را مورد آزار و اذیت حتی جنسی قرار داده استادند و چندین دختران ناپدید شده استادند. این از اصطلاح و سیطره کاملی غاصبانه بر این منطقه. رحمانوف نباید فراموش کند که این مرحله پشت سر می شود و این مردمی غیور و شجاع پیش هر ناکس سر خم نمی کنند و دیگر باز قصاص و نقار خود را انشاءالله خواهند گرفت. هیچ عمل بدون پاداش نخواهد ماند. جنگ شروع نکرده رحمانوف با آقاخان چار پیشوای اسماعیلیان جهان که مردمی بدخشان معتقد این رویان با چی می انجامد، تا کجاها می کشد، دوامناک نخواهد بود، زود روشن می شود. اما یک نقطه مشخص از بیننده گرامی که رحمانوف
با تحقیر و تجاوز زنها و دخترهای بدخشی که هر روز در قلمرو بدخشان غیب و ناپدید شده ایستادند و همین طور به اعتبار و پس زدن شخصیت آقاخان چار پیشوای مذهبی این مردم دو طلبانه به یک نارامی دیگر دامن زده ایستاده است. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما و شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.